خب بچه میریم سراغ فصل 14 جزوه شما که معادل فصل 17 کتاب شیلین بگه. فصل 17 در مورد مواد قالب‌گیریه که این فصل خیلی از چیزایی که توی این فصل داره تقریبا مشترکی با بقیه فصل هم توی کتاب مک‌کراکن توی کتاب زار یه سری نکات مشترک داره، یه جاهایی داره شاید تناقض باشه، ولی به هر حال باید این تناقضات رو بعدا با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. اولی مسئله که ما در مورد مواد قالب‌گیری داریم و در مورد کلاً هر چیز داریم، ما یه خاصیتی داریم در مورد مواد، نه لزوماً مواد قالب‌گیری، هر چیزی بهش میگن خاصیت وتابیلیتی. وتابیلیتی یعنی ترشوندگی. هر ماده‌ای که وتابیلیتیش بیشتر باشه، یعنی سطح بهتر وت بکنه، یعنی اون سطح بیشتر تر میکنه. مثلا شما آب رو در با جیوه، الان شکل پایین شکل سمت راست میشه آب، شکل سمت چپ میشه شکل جیوه. شما یک قطعه جیوه رو روی سطح بذارید، جیوه خودش رو نگه میداره، یک قطعه آب رو روی سطح بذارید، آب پخش میشه، وت میکنه سطح رو. یعنی خاصیت وتابیلیتی آب بهتر است از کدوم؟ از جیوه. پس به این خاصیت میگن وتابیلیتی. خاصیت وتابیلیتی با یه چیزی مشخص میشه که بهش میگن کانتکت انگل یا زاویه تماس. هر چقدر زاویه تماس یک مایعی، یک ماده با سطح بیشتر باشه، ببینید این کانتکت انگله، این کانتکت انگله، هر چقدر کانتکت انگل یا زاویه تماس بیشتر باشه اون ماده وتابیلیتیش کمتره. یک جیوه کانتکت انگلش خیلی زیاده، وتابیلیتیش کمتره، آب بیشتر پخش میشه، کانتکت انگلش یعنی زاویه‌ای که اون آب به اون سطح میگیره کمتره، مثلا این وتابیلیتیش بیشتره. پس وتابیلیتی با کانتکت انگل رابطه معکوس داره، هر چقدر کانتکت انگل بیشتر باشه وتابیلیتی ماده کمتر میشه.